کرونا علت تناقض‌گویی. یکی از ویژگی‌های نظام ولایت فقیه این است که به علت امنیتی کردن امور هیچ چیز در جای خودش نیست و به هیچ حرف و آمار و ارقامی نمیتوان اعتماد کرد. اوضاع مبتلایان احتمالی به کرونا تحت کنترله. وزارت بهداشت میگه از نظر دارو و امکانات کمبودی وجود نداره و جای نگرانی نیست. 5 تا داروخانه رفتم ماسک پیدا نکردم. یک روزنامه حکومتی نوشت روزی که وزیر بهداشت تعداد جانباختگان را 12 نفر اعلام کرد، نماینده قم در مجلس گفت شمار قربانیان در این شهر 50 نفر است. یعنی اگر 100 نفر بستری بودند در روزهای اولیه، از این 100 نفر مثلا ممکن بود 7 نفر یا 8 نفر از دنیا برن، امروز این رقم خیلی پایین آمد. در هیچ کشوری غیر از ایران 2 جبهه ملت و دولت در امر کرونا تشکیل نشده است. تمام کشورها تلاش می‌کنند ویروس را جمع کنند، اما در رژیم آخوندی هر اقدامی از فیلتر حفظ نظام عبور می‌کند. مکالمات و صحبت‌های پزشکانی روزها همش کنترل میشه. جلوی اطلاع رسانی دقیق ما رو می‌گیرن. یک روزنامه حکومتی نوشت آمارها کاملاً امنیتی هستند و به کسی ارائه نمی‌شود. حتی شاید رئیس بیمارستان هم آمار بیماران کرونا را نداشته باشد. در مجموع روند کاهش رو ما مشاهده می‌کنیم و پیشرفت در امر درمان. باید منتظر سیر صعودی این بیماری در هفته‌های آینده باشیم. در ایران آخوندی سنجش آسیب کرونا نه از سلامت مردم که از امنیت و حفظ نظام صورت می‌گیرد. حاکمیت اولین قدم نامحرمی و دروغگویی را با هدف منافع نظام برمی‌دارد و در دنباله فریبکاری‌ها اعداد و ارقام متناقض را به مردم ارائه می‌دهد. یوتا کش بشه، آخوندان کم بشه. یوتا کش بشه.